کنم. بریم با هم دیگه خط دیگه ایرانی داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرمایید. حمید عزیز هستم. درود بر شما ممنونم. حمید عزیز بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو، وقت شما بخیر، بفرمایید. درود بر شما عزیز. درود بر شما کشیش رسول عزیز و خواهر مامونیر عزیز. عزیز درود بر شما. خدا رو شکر. مرسی عزیزم، مرسی. با خوبی شما بفرمایید. خوبی شما؟ خدا رو شکر. مرسی. قربان شما عزیز. خدا شما رو برکت بده پیش رسول. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما همیشه از اینجا شما رو میبینیم قوت قلب میگیریم. عزیزید ما هم صدای شما رو میشنویم متقابلا. قربان آرامی هستیم برای ما ایماندارا. ممنونیم از شما عزیزید. خدا رو شکر برای مسیح. همیشه سلامت باشید. خیلی ممنون برادر عزیز. قربان شما. قربان شما. خواهش. پیش رسول جان دخترم میخواد با شما حرف بزنه. بله در خدمتشون هستیم جانم. جانم بفرمایید. خواهش کنم. الو سلام. الو سلام جانم عزیزم. خوب هستی؟ خوبی؟ آره خدا رو شکر. خدا رو شکر برای وجودت. میخواستم جانم برامتون از مزامیر داوود بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید بخونید و ما برکت بگیریم. خداوند شفان من است، آمین. هیچ چیز مطال نخواهم بود. در چمنزاهای کفت منو میخواباند. در سنار آقای آجا منو رهبری میدوند. جان تازه به من بخشد و به خاطر نام خود منو به راز را صدایت مینماید. حتی هندام دوزشتن از دلیل تاریک من از چیزی نمیترسم. زیبا تو آقای اصا و چوب دستی تو منو حمایت خواهد کرد. سفره برای من در حضور دشمنم میدوسترانی و مرا تو مهمان عزیز در این ضیافت میپذیری و جام مرا ربیز میگردانی. اطمینان دارم و تمام بعد من دوست محبت خواهی نمود. از زمان زنده هستم در خانه ساتر خواهم بود. آمین آمین. برابر 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 برابر. جانم جانم خدا رو شکر برای وجود تو عزیز دلم. چند سالت عزیز؟ 4 سالم. آخ جانم 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 خدا رو شکر برای وجود. کاش اینجا بودی الان قشنگ بغل دیگه. جان بله برای ما دعا کن. برای ما دعا کن. برای ایرانی هایی که هر کجای دنیا هستن دعا کن. بفرمود خواهش میکنم. در نام عیسی مسیح ازت حرام نشه. همه مریضان خوب کن. آمین آمین. در نام عیسی مسیح ما از خداوند میخواییم که خدا حافظ شما باشه و حافظ بقیه فرزندان خودش. جانم همچنین شما رو میبوسمت عزیزم. جان جانم از... مرسی. فیض خدا با تو میبوسم. جانم جانم خدا به شما برکت بده. جانم خدا رو شکر حمید عزیزم برای خانوادت، برای دختر گلت، برای این ایمانی که در خانواده شما هست. هاللویا. و وقتی ایمان زنده هستش ما میبینیم که عمل میکنه حتی در فرزندان و کودکان ما. هرچند 4 سال باشه میبینیم که چه غیرتی ایجاد میکنه. در خدمتون هستیم حمید جان. خیلی خوشحالمون کردی عزیزم. تلفنشون قطع شد ایشون. قطع شدن. شما رو به دستان خدا میسپاریم و همچنین دختر گلتون و همسرتون. امیدوارم که همیشه زیر سایه پر محبت مسیح نیز سالم باشید و قوت خداوند با شما و دیگر هموطنان عزیز ما باشه در ایران. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیریم. درود بر شما فرزانه جون. وقت شما بخیر خواهر فرزانه. بفرمایید خواهش کنم. مرسی. درود بر شما عزیزید. عرض ادب و احترام دارم. لطف دارید. سلام. بفرمایید. شما عزیزم. مرسی. وقت شما رو احترام دارم خدمت شما. متقابلا مرسی. دعاشو من اینجا دلم گرفت. آخ جانم. راستش اینجا دل و جان و روح ما خیلی خسته است. آخ جانم. خاطر مشکلات فراوانی که جانم. در ابعادهای مختلف ایران وجود داره.
بله متاسف. به خصوص مشکل ازدواج جوانا. جانم جانم. توی هر دنیا ازدواج یه سنت پسندیده است. بله. همه دین ها انسان ها رو به طرف سلامت روح و روان و جان سوق میدن. بله. و ازدواج دو تا جوان هم که خب به هر حال تصمیم کننده زندگی دو تا انسان. بله. متاسفانه ایران ازدواج بسیار کار سخت شده. جانم. بیکاری نداشتن مسکن. بله. و یه طرف هم فرهنگ مراسم های قبل ازدواج و بعد ازدواج که داستان زیادی داره که خودتون هم میدونید. بله متاسفانه. بله. اینو فرار رو از ازدواج فراری میده. درست. جدیدن تو ایران تشویق میکنن که ازدواج بکنید، بچه‌دار بشید، وامای ازدواج میدیم و فلان. من 8 ماه دخترم عقد کرده. هر نفری 3 میلیون دومادا اینا قرار شد که وام بدن. درست. بعد 8 ماه نوبت و دوندگی که به ما وقت دادن ما رفتیم بانک برای گرفتن این وام، پیش حقوق سند کسر از حقوق سند آپارتمان از بنده خواستن. بعد که اومدیم برنامه ریزی کنیم که وام رو بگیم داماد اینجا با هم تعلق نمیگیره، گفتیم چطور؟ گفتن که قانون اینطوری اومده، زوجه میتواند از بانکی که زوج درخواست وام کرده وام بگیره، اما زوج نمیتواند از بانکی که زوجه وام گرفته وام بگیره. عجب. اون مملکتی که اکثرا معتاد هستن یا قدرت ازدواج ندارن، این پسری که به با دختر من آشنا شد بچه سالمی بود ولی پشتوانه مالی نداشت. بله. و اینا همدیگر رو خیلی داشت. من نتونستم فقط به خاطر نداشتن پشتوانه مالی این ازدواج رو به هم بزنم. قبول کردم، گفتم حالا وام بانکی بگیم و در حال یه جوری برنامه میکنیم. حتی من به خاطر این که به اینا کمک بکنم گفتم آپارتمانی که من خریدم با بعد از 20 سال کار کرد و یه پسر دارم که از 16 سالگی که الان 8 سالش کار کرده دوتایی با هم دیگه آپارتمان خریدیم، گفتم اینم میفروشم که پسر پس ازدواج داره. و دلیل دوم فروش آپارتمان من اینه که یا بهره‌ای که در اسلام حرامه ولی بانک‌های ایران از ما میگیرن، یعنی 18 تومن و ماهی 260 تومن 10 سال من باید پرداخت بکنم، میشه چقدر؟ فکر میکنم 36 میلیون درسته؟ بله بفهم. بعد به علت نوسانهای قیمتی که وجود داره در ایران، من حتی موفق به فروش آپارتمانم هم نشم. جالب اینه که من جز زنایی هستم که به علت مشکل ازدیاد همسرم طلاق هم گرفتم و با کلاس خیلی زیاد زندگی ما اینجا رسوندم. میلیاردها تومان از منفکت ما خارج میشه برای کارهایی که حالا آقایون صلاح میدونیم که این بماند. الان میدونید که نزدیک محرمه، منم امام حسین رو دوست دارم، حتی شاید به اندازه توان خودم دو تا لیوان شیر یا یه بطری شیر روز عاشورا پخش بکنم، ولی از الان ایرانیان نمیدونید برای اینکه عشقشون رو به امام حسین نشون بدن. صداشون رو دارید شما؟ نه قطع شد. متاسفانه فرزانه خانم ما صدای شما رو نداریم. خیلی ممنون که مشکلاتتون رو و مسائلی که توی ایران هست و میدونیم به عنوان مشکلات و سختی های اکثر هموطنان ما هست و با ما در میون گذاشتید. ما حتما برای شما در دعا هستیم و یکی از دلایلی که ما در این هفته در روزه و دعا هستیم مشکلات و سختی های هموطنان ما در ایران هستش. درسته که دور هستیم اما خبرها به ما میرسه و مسافرینی که میان به ما میگن که شرایط چقدر بد هست از نظر اقتصادی، اما بدتر از همه اینها خواهر عزیزم و هموطنان عزیزم این هستش که ما به جای حقیقت به دنبال مسائلی برویم که اینها نه حقیقت هستند بلکه بازیچه نوعی استعمار ملت ها شدن. امیدوارم که از دست من نرنجید
خواهر عزیزم و همچنین بقیه هموطنان عزیزمون. چقدر خوبه که ما به جای اینکه بیایم دولتی رو که به عنوان دولت نظام جمهوری اسلامی هست رو زیر ذره‌بین قرار بدیم و بگیم داره به ما ظلم و ستم میکنه، بیایم اون باورهای ابتدایی که باعث چنین دولتهایی میشن در نظامها و در کشورها اونها رو بررسی کنیم، بدون اینکه بخوایم توهینی کرده باشیم، بدون اینکه بخوایم بی احترامی کرده باشیم، بیایم تاریخ این باورها رو بدونیم. حالا هر باوری هستش، اگر در کشور ما مسئله اسلام هستش و ما میبینیم که نظامی از این باور شروع کرده و امروز به اینجا رسیده، شاید در کشور دیگه علتش یک باور دیگه ای باشه. این باور رو بیاییم بررسی کنیم، به تاریخ نگاه کنیم، بیهوده کردیت ندیم به یک شخصیت تاریخی که تصور بر ما این باشه که اون اومده ما رو نجات بده بعد خودش هم کشته شده مرده، اما غافل از این باشیم که کلام خداوند اعلام میکنه در انجیل یوحنا 3:16 که خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسرش عیسی مسیح را داد و عیسی مسیح بود که به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و وقتی که روی صلیب مرد اعلام کرد خدای پدر از گناه اینان که دشمنان او بودند بگذر زیرا نمیدانند، و نیز بعد از اینکه مرد پس از 3 روز قیام کرد. چرا تا زمانی که عیسی مسیح زنده در مقابل ما هست ما مرده پرستی می کنیم؟ آیا تصور بر این نمی کنیم علت بی برکتی در جامعه ما فقط دولت ها نیستند، بلکه علت اصلیش این هستش که ما از هدف اصلیمون دور شدیم، از حقیقت دور شدیم، از خدایی رو که نمیشناسیم دور شدیم و تکیه کردیم بر خدایی که به ما سالیان سال اعلام کردن که او خدای تو هستش به نام الله و به هر نام دیگه ای بدون تحقیق، فقط چون والدین او رو به ما اعلام کردن. چقدر زیباست ما در رابطه با موضوعات زندگیمون مسائل خیلی کوچیک خیلی تحقیقات میکنیم. تصور بر این داشته باشید که یک مهمانی 50 نفره دارید، شما برای اون روزش تحقیق میکنید، برای صرف خوراک اون روز تحقیق میکنید، میوه های اون روز تحقیق میکنید، مهمانانتون، کسایی که قرار هست که میزبان باشن و نیز پذیرایی بکنن، تمام امور رو برای یک شب، برای 3 ساعت، شاید 1 ماه یا 2 ماه تحقیق میکنیم، اما برای ابدیت خودمون هیچ تحقیقی نمیخوایم بکنیم. میگیم گذشتگان ما به ما گفتن این دین حقیقت هست بدون تحقیق، بریم فلانجا برای زیارت و میلیون ها پول رو در اون مسیر خرج کنیم چون به ما گفتن، و همه اینها از گفته ها بوده و نه تجربه و نه تحقیق و نه چشیدن. من نیز خواهر عزیزم از همون جایگاهی که شما هستید آمدم، از بکران اسلام، از شهر متعصب قم و باورهای اسلامی طوری که حتما باید کشته می شدم، اما فیض خدا بود که زنده ماندم که بتونم نجات و رستگاری رو در دستان حقیقت که دست عیسی مسیح هست رو بچشم، و وقتی که به او ایمان آوردم نه شفای دخترم نه رفع مشکلاتم بلکه آرامشی که دارم نیز دریافت کردم، و تا به امروز این افتخار رو داشته باشم این خبر خوش نجات رو به تمام کسانی که مشکلات و سختی ها دارن و شکست دل هستن رو به توسط روح القدس بدم. امروز تو هموطن عزیزم خوب جایی زنگ زدی، به خوب برنامه ای زنگ زدی، نه موضوع ما باشیم، موضوع خدا و حضور خداست. تو رو تشویق میکنم امشب در نام عیسی مسیح بخواب، مسیح زنده، نه یک انسان تاریخی که نمیدونیم کجاست. اگر حقیقتا قدرتی در او بود حتما باید مانع مردن خودش میشد و اگر مرد باید زنده میشد، اما نتوانست زنده بشه. و بیا از این به بعد نه نذر کن بلکه با خدا عهدی ببند، عهدی ببند که با خون عیسی مسیح مهر میشه و توبه کرده و نام عیسی مسیح رو در زندگیت نیز اجازه بده قلمروی اعمال و تصمیماتت باشه، و به فیض خدا به آنچه که اراده خداست عمل کن و بدان کلام خداوند اعلام میکنه که تو وفادار باش من تو را برکت میدم. نه در سرزمینی که این همه منابع و معادن داریم
اما میبینیم که ایرانی ها اکثرا در فقر و مشکلات هستند. آیا لازم نیست در این روزها یک علامت سوال بذاریم چرا بی برکتی در مملکت ما هست؟ با این همه باورهای مذهبیمون، من جوابش رو پیدا کردم. هر کسی خودش باید پیدا کنه. جواب این هست که ما خدایی رو که نمیشناسیم عبادت میکنیم، اما عیسی مسیح گفت آمدم تا خدا را به شما بشناسم. و وقتی که ایمان میآوریم به عیسی مسیح و توبه میکنیم، بزرگترین برکت ما این هستش که ما این امید زنده رو داریم که رستگار هستیم. ما نیز آرامش رو داریم. در تمام سختی ها و مشکلات خدا با ماست، چرا که نام او امانوئیل هستش. آمین. اگر بیشتر از این دوست داشتید صحبت کنید، من در خدمت شما هستم. می توانید تماس بگیرید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. من چون وقت ما محدود هست، بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم. شما رو به دستان خدا می سپارم و در انتها از خداوند می خوام که در نام عیسی مسیح، خداوند، این خواهر من رو چه در خواب و چه در بیداری، چه در رویا و بقیه هموطنانم رو که ای خدا مشکلات رو لمس میکنن اما دلیل مشکل رو لمس نمیکنن، ای خداوندا تو ملاقات کنی و تو حقیقت خودت را بر این عزیزان مکشوف سازی، ای خداوندا، و آنان را نجات بدی و به ازای هر تلخی و هر مشکل این روح پر جلال تو باشه که در این عزیزان ساکن بشه و ای خدا مطابق آنچه که وعده دادی، ای خدای قدوس، تو سلطنت کن بر قلب ایرانی ها. و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین. فیض خداوند با شما باشه خواهر عزیزم. آمین. و از خداوند می خوام دیگر هموطنان ما نیز با فیض خداوند نیز و ملاقات عیسی مسیح نیز رستگار باشن. بریم با هم یه خط دیگه ای رو بگیریم. درود بر شما مریم عزیز. وقت شما بخیر. بفرمایید. سلام میکنم. درود بر شما. درود بر شما. سلام. خداوند میفرماید دهان خود را به نیکویی باز کن. آمین. خدای پدر شکرت میکنم و ستایشت میکنم تو را، چون شایسته ستایش و پرستش هستی. حقیقتا نام تو را مبارک میخونم خداوند قدوس و شکرت میکنم که امروز تو زندگی تک تک ما نقشه عالی داری که یک به یک به سرانجام میرسونی. برابو. برابو. آمین. سلام میکنم کشیش رسول. وقت شما بخیر. در این هفته که هفته دعا و روزه هست، ما با شما همراه و هم قدم هستیم. دوستم. و توی این چند روز هم خودمون برکت گرفتیم، هم خدا رو شکر از آشناها، دوستا و خانواده هامون هم میشنویم که برکت گرفتن. خدا رو شکر. چرا که من ایمان دارم که زمزمه دعای ما بلندتر از فریاد هاست. آمین. براو. و توی این لحظه با هدایت روح قدوس خداوند میخوام دعا کنم برای ایران و ایرانی. آمین. در نام عیسی مسیح. آمین. چشمان قلبشون باز بشه برای پذیرفتن پیغام نجات بخش. هللویا. ایمان. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. به طور خاص برای زندانیان مسیح در ایران. آمین. در مزامیر 118:6 میگوید خداوند با من است پس نخواهم ترسید. انسان چه میتواند بکند؟ براو. آمین. امید و ایمان داشته باش برادر خواهر من، کسانی که صدای منو میشناسین، چون یقین داریم که همیشه خدای لشکرها با ماست. آمین. براو. و مسیح پادشاه ماست. گاهی خداوند کشش رسول درها رو میبنده، پنجره ها رو قفل میکنه، ولی چه زیباست که فکر کنیم شاید بیرون طوفان داره میاد و این گونه داره ما رو حفظ میکنه. و یوسف میدونست که تمام درها بستن، اما به خاطر خدا و عشقی که به خدا داشت به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته براش باز شد. آمین. شکر. و میخوام بگم اگر که برادر من تمام درهای دنیا به رود بسته است، بودو به سمت خدا، چون خدای من، تو و یوسف یکیه. آمین. 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 وقتتون رو زیاد گرفتم. خواهش میکنم فرمایید. خدا دعای فروتنان و مسکینان رو میشناسه، میشنوه و با روح قدوسش دل اونا رو قوی و شاد میکنه. آمین. و خداوند به اونهایی که به راستی میخوننشون توجه میکنه
و توصیه من و پیشنهاد من به کسانی که صدای منو دارن میشنون، بیننده برنامه شما هستن، اینه که از ساعت 7 تا 9 با ما همراه باشن، در دعا باشن. اگر روحن جسمن آزار دارن میبینن، همه رو به دست پرقدرت مسیح بسپارن. و یک بیتی هم براتون بخونم و ازت خداحافظی کنم. بفهم. که از تو درمانی نمیخواهم به وصل، اما به مهر مرهم زخم دلم باش. از به تسکین من. آمین. و شما رو به خدا میسپارم. فیض خدا باید باشه. در پناه مسیح باشید. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. متقابلا. فیض خدا باشه. ممنون از مطالبی که فرمودید و دعایی که کردید. خدا به شما برکت بده. بریم با هم یه خط دیگه ای رو بگیریم. هنوز وصل نشد. درود بر شما وارتان عزیز. بعد از وارتان عزیز بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما، من وارتان باغدادساریان هستم ولی شما خوب من میشناسین که چی شکل عزیز. خواهر مهمونی سلام، علی شما خوبه؟ درود بر شما. مرسی. درود بر شما عزیزان، میخوام خبر خوش بدم. خیلی ممنون از شماها که تمام شما دعا کردین واسه خانم من که اسمش آراکسه. بله، جراحیش خیلی خوب پیش اومد. هللویا. خیلی ممنونم از دعاهاتون که کردین. از همه خواهر برادران، از کلیسا، شماها، خیلی من مخصوصا شما برادر عزیزم، روز آخر شما واسه منم جدا دعا کردین و شما گفتین اون جراحی که میکنه خداونده. آمین. و من رفتم که اونجا جراح ما که انتخاب نکرده بودیم. بله. یک خانم ایرانی بود، خانم ایرانی که بعد از جراحی اومد با من صحبت کرد، گفت من هر کاری رو که میکنم به اسم خداوند اول. هللویا. آمین. خدا رو شکر. خدا با ماست عزیزانم. خدا با ماست. بله عزیزم، خیلی ممنون، مخصوصا واسه این هفته هم که منم با شما در دعا هستم. خیلی ممنون، در دعا هستم واسه تمام زندانی ها در ایران که هستن، و خداوند حفظشون کنه. آمین. خداوند با قلبشون باشه. خداوند با امید خدا آزاد میشن تمامیمون. آمین. آمین. ایمان داریم. و از اون برادران عزیزی که میخوام ازشون خواهش کنم، من یک مسیح زاده هستم، ولی تا اون روزی که من خودم از صمیم قلب عیسی رو به قلبم دعوت نکردم، من این احساس رو نداشتم. ولی از اون موقع که من خودم اومدم در کلیسای شما، البته من الان شیکاگو زندگی میکنم، لس آنجلس نیستم، ولی اون موقع که اومده بودم در کلیسای شما، قلبم رو دادم به خداوند عزیزمون دعوت کردم، از اون روز به بعد زندگیم هر روز و هر روز و هر روز عوض میشه. من در روشنایی هستم، من در خوشحالی هستم. آمین. و به اونایی دعوت میکنم که الان در تاریکی هستن، یا اونایی که هنوز شک دارن، از شما تقاضا میکنم، عیسی مسیح پشت دره منتظر شماست. بیاین عزیزم، قبول کنین. آمین. اوکی عزیزان، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خیلی ممنون از همتون. متشکرم. عزیز. خدا با شما باشه وارتان جان. خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدیم که شنیدیم همسرتون هم حالشون بهتر هستن. به دعاهامون ادامه خواهیم داد. شما رو به دستان خدا میسپاریم. بریم با هم یه خط دیگه ای رو داشته باشیم. درود بر شما وجیهه عزیز. وقت شما بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو. وقتتون بخیر. بفرمایید. الو، سلام کشیش رسول عزیزم و خواهر مامانی رو گرامی. عزیزی، وقتتون بخیر. ممنون و سپاسگزارم. اول کشیش رسول عزیز، بهتون تسلیت میگم. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ها هستن که در غم شما شریک هستن، تمام عزیزانی که ایماندار هستن و الان دارن برنامه شما رو نگاه میکنن، در غم شما شریک هستن. خیلی ممنون از محبتشان. هرچند که میدونیم جای مادر شما در جایی هست پیش خداوند. آمین. آمین. چرا که کلام خداوند اعلام میکنه هر کس به او ایمان میآورد، او نیز رستگار خواهد شد. چون مادر من نیز قلبش به مسیح داد، ما ایمان داریم که جایگاهش عالی هستش.
آمین. فقط میخواستم بگم که جزیر رسول عزیز که همه ما در غم شما شریک هستیم عزیزی، مرسی. و خداوند میخوام که خداوند بهتون صبر و پذیرشی بالا و آرامشی زیاد بده. مرسی از محبت شما و ممنونم. جزیر رسول عزیز، من امروز اومدم روی برنامه به شما، به تمام کسانی که برنامه شما رو میبینم بگم من هنوز در اون سختی ها و مشکلات هستم، ولی امروز اومدم بگم خدا از تو رو شکر میکنم به خاطر تمام اون مشکلات و دردهایی که به من میدی. خداوند از تو رو شکر میکنم به خاطر اون مشکلات که باعث رشد من میشه. کسی رسول عزیز و بزرگوارم، من با برنامه شما، من با شما ایمان آوردم و زندگی من درسته که هنوز در اون مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها هستم، ولی باز خداوند در لحظه به لحظه با منه، منو تنها نمیذاره. آمین. و اون آرامش رو من رو روز 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 بیشتر میکنه. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود عیسی من. آمین. خدا رو شکر میکنم که خداوند عیسی مسیح رو به من هدیه داد. حقیقتاً برافو. اینکه رسول عزیز امروز فقط اومدم روی برنامه، فقط به خاطر شکرگزاری اومدم روی برنامه. برافو. که بگم خدای ما خدای زنده است. حقیقتاً. خدای ما خدایی هست که در لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه ما رو فراموش نخواهد کرد. آمین. ایمان داریم. خدا رو شکر میکنم که من و کسانی که مثل من بودن که چیز رسول عزیز به وسیله خون مسیح شفا پیدا کردیم. هللویا. شکر. به وسیله خون مسیح آزاد شدیم. آمین. به وسیله خون مسیح به برکت و فیض رسیدیم. آمین. خدا رو شکر میکنم که چیز رسول عزیز که من و ماها به وسیله زخمهای مسیح آزاد شدید و پر از روح القدس شدید. آمین. خدا رو شکر میکنم که کشیش رسول عزیز، خدا رو شکر برای سایی مست، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود شما که کشیش رسول عزیز، خدا رو شکر برای مست. شما خیلی خیلی که کشیش رسول عزیز میدونم بینندگان زیادی دارید. جلال از آن مست. ایمان دارم که کشیش رسول عزیز مستیش میدونم خیلی اذیت میشید. من میدونم که شما حتی بعد برنامه در ایران تا ساعت 1:30 میشینید و به صدای ما، به درد دلای ما گوش میکنید. افتخاریه برای از خداوند میخوام در این لحظه، در این ساعت که خداوند قدرت و قدرت بیشتری به شما بده، آرامش زیادتری به شما بده، به شما ها، به خواهر مامانیر عزیز و تمام عزیزانی که زحمت میکشن برای این برنامه و شبکه‌های مسیحیت. خدا رو شکر میکنم که چیزی رسول خدا رو شکر برای مسیح وجودتون. همچنین شما خواهر، ما در ایران غیر از شماها و برنامه های مسیحیت کسی رو نداریم. خدا رو شکر برای روح القدس عزیز. ممنون و سپاسگزارم که چیزی رسول عزیز از شما، از برنامه تون، از تمام اون عزیزان. و باز هم میگم که چیزی رسول عزیز میگه در خداوند شاد باشی. آمین. باز میگویم شاد باشی. برافو. من شادم در خداوند. هللویا. اما استهام زیاده، ولی شادم در خداوند. هللویا. هللویا. آمین. و یک آیه رو میخوام بگم که چیزی رسول عزیز، لوقا 4:18 که میگه روح خداوند بر من است. آمین. او مرا مست کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم. آمین. و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. آمین. به تمام کسانی که برنامه‌تون رو نگاه میکنن که شیخ رسول عزیز، میگم این آیه رو دریافت کنید. آمین. این آیه مال ماست، اون رو دریافت کنید. حقیقتاً. چون این آیه مال ما، حقیقتاً. ما همه مزد کرده خداوند هستیم. آمین. براو. آمین. براو. براو. خدا به شما برکت بده. فروجه عزیز، از تماستون، از مطالبی که فرمودید، ما نیز از خداوند می‌خوایم که پیوسته همون گونه که می‌بینیم شادمان